الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حلول ماه رجب، ماه عبادات طاعات، ماه بندگی، ماه استغفار، همچنان که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند، و مناسبت میلاد انوار طیبه امامان خدا، وجود مقدس امام باقر علیه السلام و امام علی الهادی، بنابر روایتی، چون روایت دیگری در 15 ذیحجه است و روایت دیگر که غیر مشهوره در ماه رجب، که البته این روایت رو بعضی از بزرگان معاذت میدونن به اون زیارتی که در ماه رجب وارد، اللهم اینی اسألوک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، که متن این دعا در ماه رجب دارد که میلاد این امام عظیم الشان هم در ماه رجب و مولود کعبه، صاحب این ماه وجود مقدس مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه. این ماه ماهی است که ماه دعاست، ماه استغفار، و ماهی که مقدمه برای ماه شعبان و شعبان مقدمه برای ماه مبارک رمضان. آیات و روایات راجع به دعا بسیاره. اون آیه ای که خیلی عظیم در این مورد، که مورد توجه همه اهل معناست، این آیه است که خداوند متعال تأکید بعد از تأکید و اون متکلمی که خودش را، یعنی بنده نسبت به خودش، چند مرتبه تکرار میکنه در یک آیه، که نمونه ای نداریم در هیچ آیه ای مثل این آیه. فإذا سألك عبادی، وقتی سؤال کرد بنده من، این عبادی یا این متکلم من، بنده من، عنی، از من سؤال کرد، از تو ای رسول، این دوتا، فإنی، پس به درستی که من، باز خداوند متعال، مسئله خیلی عظیمی است، فإنی، من قریب، اجیبون باز متکلم وحده است، ضمیر انا درش مستتر، یعنی من جواب میدم، بنده من اگر از من سوال کرد، من نزدیکم، جواب میدم، من دعوت دعا، دعای کسی که خواننده باشه، دعاخون باشه، طلب کننده باشه، اذا دعانه،
زمانی که از من دعا بخواد، ببینید همینطور در یک آیه خداوند خودش رو چند مرتبه تکرار می‌فرماید، فلیستجیبو لی، پس استجابت کنم برای من، ولیؤمنو بی، ایمان بیارن به من، لعلهم یرشدون. چند تا شو متکلم شماردی؟ عبادی یک، عنی دو، از من، فإنی سه، اجیبو انا مستتر من، دعانه پنج، یستجیبو لی برای من، ولیؤمنو بی برای من، هفت مرتبه در یک آیه خودش رو هفت بار تکرار میکنه. ارتباط دعا کننده با خدا، قدر دعا رو بدونید. دست به دعا برمیداری، اگر خودش اجازه نفرموده بود ما کجا میتونستیم دعا کنیم؟ او اجازه فرموده و در رو باز کرده. در شأن نزول این آیه میگن آمد اعرابی خدمت خاتم انبیا محمد، عرض کرد به رسول گرامی اسلام، خداوند نزدیک یا دوره؟ قریب ام بعید؟ پیغمبر اکرم فرمود که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، این روایت از اوست، به خداوند عرض کرد یا رب اقریب انت فاناجیک او بعید فانادیک. خدایا نزدیکی که نجوا کنم با تو، مناجات یعنی صدای خیلی خفیف، کسی در گوش کسی حرف میزنه، مناجات به این معنا، یا اینکه دوری انادیک، ندا کنم، فریاد بزنم. فقال یا موسی انا جلیس من ذکرنی، من همنشینم با کسی که مرا یاد کند، همین که گفتی یا الله جلیستم، کنارتم، انا اقرب الیکم من حبل الورید، انا جلیس من ذکرنی، یا موسی اذکرنی علی کل حال، در هر حالی بودی مرا فراموش نکن، مرا یاد کن. نه اینکه فقط ایام صلوات، لحظات نمازهای مثلا پنجگانه، هر لحظه یا الله بگو، هر لحظه توجهت به من باشه، در هر امری، هر کاری میخوای بکنی، هر قدمی میخوای برداری، ذکر الله، اذکر الله ذکرن کثیرا، میخوای از خونه خارج شی بسم الله بگو، یا الله بگو، سوار اتومبیل میشی بسم الله بگو، سویچو میپیچونی بسم الله بگو، وارد کار میشی بسم الله بگو، میخوای مطالعه کنی بسم الله بگو، میخوای کارتو شروع کنی بسم الله بگو. در یه روایت اینایی که زیاد بسم الله میگن، امام علیه السلام میفهمن این عادتشون میشه، طبع ثانی میشه، هر کاری میگه بسم الله میگه. بعضی ها برعکس یادشون بره، میگه میخواستیم غذا بخوریم یادم رفت بسم الله بگم، میگم اکثرا یادمون میره، تکرار نمیشه. یکی از سر دعا اینه، تکرار و تکرار و تکرار. نیاز داریم، این قلب نیاز به تکرار داره. وقتی تکرار شد، امام میفرمد کسی عادت کرد، روز قیامت وقتی پرونده رو دستش میدن نیست همیشه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این پرونده رو که میگیریم که بسم الله الرحمن الرحیم، تاکو بسم الله، خدا همه گناهانشو میبخشه. و روایت عجیبیه،
البته اینا اسراری درش هست، اینجور نیست که هر کسی موفق بشه وقتی کسی برسد به اون احوال روز قیامت و شب اول قبر و برزخ و بعدم قیامت دیگه اسم خودش هم یادش میره چه اسم خدا، مگر اون کسی که عادت داده این قلب و این ذکر و این زبان رو به یاد خدا، به ذکر خدا. این انسان انسانیست که دائما به یاد خداست. کسی که دائما به یاد خدا باشه، این دیگه عرض می شود که در صراط مستقیم، این دیگه عرض می شود که دنبال معصیت و کجروی و عرض می شود امثال ذلک نمیره. فلا تدعو مع الله احدا، فلا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبين، ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو. آیاتی از این قبیل، اینا همه در مورد شرک در عبادته، یعنی غیر خدا رو شریک نکن در عبادتت، او رو فقط بخوان. ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، مرا بخوانید من اجابت میکنم. و این سر عجیبی در این آیه هست، اطلاق داره، قید به چیزی نخورده، شما بخوانید من جواب میدم. آقا ما خوندیم ولی جواب نیامد، میگیم سرش اینه که خوندن نیست. اگر ادعونی باشه، دعوت حق باشه، خواندن خدا باشه، استجب لکم لا محاله هست. بعد پشت سرش میفرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یعنی همین که یا الله میگم که دعا میکنین، هم خودش عبادته. عبادت تنها نماز نیست، اون عرض میشود که روزه نیست، خود دعا و خود ذکر، اینم خودش از عباداته. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، تکبر میکنن از خوندن من، دعای با من، مناجات با من. این عرض میشود که این استکبار اون کارش اینه که عرض میشود سیدخلون جهنم داخلین، یعنی کلام با خدا، دعا و خواندن خدا، اینا خودش عرض می شود که عبادت. و قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم. بد نیست یه گذرا، یه اشاره کنن، بعضن اشکال می کنن یا شبهه می کنن، به ذهنشون میاد، بعضن میگن این چیزی که ما می خواهیم یا معلوم الوقوع یا ممتنع الوقوع در نزد پروردگار. چیزی که شما طلب میکنی، خدا میدونی معلوم الوقوع یعنی واقع میشه. خب طلب کردن به چه معنی است؟ خب معلوم الوقوع خداوند واقع میفرماید. یا ممتنع الوقوع نزد پروردگار، اصلا وقوعش امکان نداره. خب برای چی میخوانید؟ یا حدوث حوادث، حدوث حادث باید منتهی به چی بشه؟ به مؤثر قدیم بشه. و الا اگر هر حدوثی به حادثی همینطور نیاز داره، حادث بعد حادث بعد تسلسل پیش میاد یا دور پیش میاد و این باطله، بر میگرده به حادث قدیم. خب بستگی به همون حادثه عرض می شود که قدیم داره، که خداوند متعال در روایتی که جف القلم و به ما هو کائن، قلم دیگه خشک میشه، اون چی که خداوند در جریان انداخته در این عالم وجود. یا در روایت دیگه اربعون قد فرق منها، چهار چیزی که مفروغ عنه تعیین شده دیگه، دستکاری هم نمیشه. العمر، عمر انسان، و رزق، و الخلق، و الخلق، خلقت، خلق، اینها و امثال این روایت. اینها رو مثلا نمونه میگیرم، یعنی خب پس چیزی که لا یتغیره، چیزی که وقوعش وقوع حتمی است،
یا عدم وقوعش حتمی است، دعا برای چیست؟ اصل دعا چی؟ یا بعضا میگن خداوند علام الغیوب، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خب چه حاجتی به دعاست؟ چه حاجتی به خوندنه؟ برای چی ما میخوانیم؟ برای چی میگن دعا بکنیم؟ یا طلب، طلبی که شما میکنید و این دعا به صلاح عبد باشه، اون جواد علل اطلاق، چون جواد علل اطلاق کریم، علل اطلاق و امیده، خب به صالح، به مصالح عباد باشه میده، لازم نیست دعا کنیم، مصلحت هم نباشه روی حکمت بالغه خودش. یا مثلا میگه آقا این دعایی که میکنید تقریبا شبیه امره، خدای این کارو بکن، خدای این کارو نکن، اصلا این چیه؟ آدم به خداوند متعال امر کنه نهی کنه، این از چیزاییست که همجور میگن در مورد دعا. یا مثلا روایتی از وجود نازنین خاتم انبیا میگن من شغله عن ذکری، یا من شغله ذکری عن مسئلتی، کسی که مشغول ذکر من بشه از سؤال، سؤال نکنه از من، فقط ذکر بگه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، اینه بده اینه بگیر، اینو همچی کن، اونو همچی کن، نه اینا کاری نداره. اعطیته افضل ما اعطی للسائلین، بهش میدم بالاترین چیزی که به سائلین میدم. سائلین چی سوال میکنن؟ این آقایی که سوال نمیکنه من اکثر اینو بهش میدم. خدا اینجوریه دیگه. یا من یعطی، در دعای ماه رجب میخونید دیگه، عرض میشود که امشب نخون آقای روشن. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، از این بالاتر کسی که از او سوال نمی کنه، و من لم یعرف، و اصلا نمیشناسه خدا رو، به او هم میده. خدا چنین خداییست. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه، اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخره الى آخر الدعا. اما جواب، یک جواب، جواب نقضیست، و اینکه شما میگیرید امور، اشیا، یا معلوم الوقوع یا معلوم عدم الوقوعش نزد رب العالمین، خود این طلب انسان، خود اقدام انسان بر دعا، اینم خودش معلوم الوقوعه. خب انسان یا اقدام بر دعا میکند معلوم الوقوعه، یا معلوم العدمه، اینن همون میاد. خب اگر معلوم الوقوع باشه، خب فایده ای نداره که شما ابطالش بکنی. معلوم الوقوع دعا میکنه، شما حالا بیایی هی دلیل بیاری که اینو ابطال بکنی. یا معلوم العدم که خب دعا نمی کند، به طرف دعا نمی رود، خب این انکار شما چه فایده ای داره؟ توجه فرمودید، این جواب نقضی که شما تقسیم می کنید. اما جواب حلی، حکمت خدا اقتضا می کند و خود دستور پروردگار. این آیاتی که من خوندم، مخصوصا خوندم، در خود این آیات و روایات الی ماشاءالله دستور به دعا دادن. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم، من ایش چیم؟ این چی توجیه میکنید شما؟ دعا امر و نهی و خدا خودش میگه دعا کن. خدا میگه اگه دعای شما نباشه خدا چه اعتنایی به شما بکنه؟ قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم، اگه این دعای شما نباشه بنده است این دعاش. بعد از اون طرف هفت مرتبه خودش رو اینجا به رخ عبد میکشه که از من، خودم، من میگم از من بخوای، من مستجاب میکنم، من ایمان به من، دستور خودشه. حکمت چیه؟ حکمت اینه که دو نور خوف و رجا در قلب انسان باشه.
به تعبیر امام باقر سلام الله علیه صاحب امشب فرمود لووز نحازا لم یزد علا هازا و لووز نحازا لم یزد علا هازا. این دو نور در قلب مؤمن باشه به حدی که اگر نور رجا رو بکشن، نور خوف رو بکشن، هیچ کدومشون بر دیگری زائد نباشه، مساوی باشه. اگر همهش رجا باشه، رجا بیشتر امید خیلی زیاد. بله یه بله حاجب اگر معامله حشر با علی است، من زامنم، تو هرچه بخواهی گناه کن. میری اینجوری در میاد، یه بابا دیگه تمام شد، هرچی دلت میخواد هر کاری، شما فقط اهل بیتو داشته باش، امیرالمومنین داشته باش، محبت داشته باش، هر کاری میخوای بکنی بدون روز قیامت تمومه. همچنان که یه عده‌ای هستن مردم برو این چنین اقرار به جهل میکنن. خود ائمه علیهم السلام اینجور بودن، خودشون اینگونه فرمودن. این چه حدیث که خود صاحب این کرامت، صاحب این عظمت اینقدر ایستاد به نماز که پاورم کرده بود. بنده نیازی نداره، خود این آقایی که من میخوام به محبت او به جای برسم، خود اون آقا نیاز داشت که اینقدر روی پا بایسته که پاش ورم بکنه، هم خاتم هم وجود نازنین صدیقه اطهر. روایاتو ببینید، کمیت عبادتشون و کیفیت عبادتشون و دعایشون، نمونه ها رو ببینید. محدث قمی جمع کرده روایات زیبایی رو در از ادعیه ائمه علیهم السلام در ماه رجب، در ماه شعبان، در ماه رمضان، مناجات ها، دعاها، ادعیه. و اینا نیاز داره، ما نیاز نداریم به دعا، لزومی نداره. نه، اگر رجای زیاد شد کار خراب میشه، خوف زیاد هم کار خراب میکنه. زیاد بترسه دیگه امیدش بره از دست، یا خب حالا که ما دیگه جهنمی شدیم، بذار ولش کن دیگه، بریم تا گاو ماهی دیگه، گاو که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه. اونم باز اونم از نه، باید بین بین باشه، حالت خوف و رجا داشته باشه. همچنان که روایات زیادی در این باب مرد، و خود این که این روایاتی که وارد است و آیاتی که الان خوندم و عرض میشد خدمت شما، خود این دعا عبادته. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یعنی عبادت این شما، من میخوام عبادت کنم، اونم خود خدا دستور داده. توجه میفرمایید؟ فرمود افضل العباده الدعاء، نفرمود افضل العباده الصيام، افضل العباده حتی الصلاه نفرمود، افضل العباده الدعاء. احب الاعمال الى الله عز وجل في الارض الدعاء، دعا محبوب ترین اعمال نزد خدا. من آقا میخوام یه کاری بکنم خدا خیلی دوست داشته باشه، دعا کن، دست به دعا بردار، تقاضا کن. فرمود به موسی نمک آشتم از من بخوا، هرچ دنیا آخرت، امور مادی، امور معنوی، همه چی از من بخوا. ان الدعاء يرد القضاء والبلاء، دعا قضا و قدر رو برمیگردانه، دعا بلا رو برمیگردانه. بله، عجلو به دعا قبل البلا، توجه بفرمایید. ان الدعاء شفاء من كل داء، باز روایت دیگه، شفای از هر دردی در دعاست. یه ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علی کان رجلا دعاء، دعاء صیغه فعال مبالغه، یعنی امیر المؤمنین یک مرد بسیار دعا کننده بود، همش دعا میکرد، همش دعا میخوند. قوت ایمان، قوت اعتقاد، تلقین چیزهایی که برای ما لازمه، همین وسیله ادعیه است. دعاها رو ببینید، خصوصا دعای معصور. دعا انسان خودش هر طلبی داره انجام بده دعاست،
مطلق دعام خوبه، اما بهترین دعا دعای معصوره. دعای معصور یعنی دعایی که از ائمه وارد شده باشه، دعایی که یا از قرآن وارده، چون بسیار از آیات قرآن دعاست. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، دعاست، آیه قرآن. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعاست، همسال اینا دعا زیاد در قرآن. یا در روایات از ائمه علیهم السلام وارد شده باشه. توجه می فرمایید، این دعا دعا انسان است. شما دعای کویل می خونید، الهی و مولای اجریت علی حکما اتبعت فیه هوا نفسی ولم احترز فیه من تزیین عدوی، عدوی یعنی شیطان، فغرنی به ما اهوا و اسعده على ذلك القضاء فتجاوزت به ما جرا علی من ذلك بعض حدوده. خدای من تجاوز کردم از بعض حدود تو. داری دعا میخونی هر شب جمعه، توجه بکنه کسی که دعا میخونه از حدود الهی تجاوز نکنه. توجه میفرمایید؟ رضا میفرماید در خلوات و فی الظلمات، در تاریکی ها، حالا محل تاریک، بعضی گفتن مثلا ظلمت شب بهترین وقت دعا کنید. دعا در خلوات، دعا در ظلمات، دعا در دل شب، راز و نیاز با خدا، یا دعاهایی که عرض می شود که در صحیفه سجادی امام علیه السلام یک دوره انسان سازی است، یک دوره عرض می شود که سیر و کمال الالله. توجه می فرمایید، ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء بزهر قلب صاحب. این نکته مهم، دعا غیر از قرآنه، قرائت دعا معلوم نیست ثواب داشته باشه. قرآن خوندنش، نوشتنش، حفظ کردنش، دست روی آیاتش مسح بکنه، قرآن رو حمل بکنه با خودش، هر نوع ارتباطی با قرآن ثواب داره. قرائت قرآن هیچ توجه معنیش نده، معنیش اصلا بلد نیست، قرائت میکنه، میخونه، ثواب داره. اما آیا قرائت دعا هم ثواب داره؟ نداره که این دعا رو قرائت کنید. و یستحب ان یدعو بهذا الدعا، خدا رو بخواند، این گونه بخواند، این گونه دعا کند. بعضی دعا میخونن اما از این ور قلبش قلب ساهیست، غافله، دعا داره میخونه، هی ورق میزنه، آهی 8 ورق دیگه مونده تمام میشه، بخونم تو تو، خب الهی، خب یه ورقشو با حال توجه بخونی ثوابش بیشتره که 18 ورق تون 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 مثل ورد بخوای بخونی قرائت بشه. اینجا این عبارت میفرمد لا یستجیب دعا به زهر قلب ساهم، با قلب سهلنگار، با قلبی که متوجه نیست دعا بکند. دعا با حضور قلب باید باشه. دعا کارش اینه که حجاب ها رو برطرف بکنه. دعا کارش اینه که یعنی مثل یک باران رحمت الهی است به سرزمین قلب ما جاری میشه و یه آبیاری میکنه. هر بذری از تقوا و پاکی و طهارت باشه رشد میکنه به واسطه این عرض میشود که برکت باران. توجه میفرمید، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. و روایات زیادی در این باب هست که حالا وقت نیست که من بخوام خیلی وقت شما رو بگیرم. یه صلواتی محبت کنید. اللهم صل علی محمد.